اگه براتون سوال شده چرا قیافم اینجوریه با موهای خیس اومدم نشستم اینجا، به خاطر اینکه الان ساعت 4 صبح، ساعت 5 صبح حرکت میکنیم که بریم سمت ازمیر و یه هفته اونجاییم. میخوایم قشنگ اشغال کنیم. الان میخوام آماده بشم، موهامو ببندم یا باز بذارم نمیدونم. بهترین راه حل ممکن. تا الان داشتم ادیت میکردم، بعد اینجوری هم تا الان نخوابیدم، حالا گذاشتم که دقیقا همین امروز براتون آپلود میشه و ببینیم چجوری در میاد. بالاخره از اتوبوس پیاده شدیم، اومدیم مثل هتل ها و هتل آپارتمان ها و اینا رو نگاه کردیم و طبق معمول اسکم بود. یعنی مثلا یه عکس خوشگلی به شما نشون میدم، بعد میری میبینی اندازه قفسه و چنان میزنه آشپزخونه داره، میتونی توش آشپزی کنی، ولی فقط میری مثلا یه تخت با یه دستشوی کوچولو مثلا، بعد انقدر هم طولش میدن که مثلا قیمت و اینا رو بهت بگن که شب بشه، بعد بگن بالا شلو امشب رو ببون 800 دیر. منم گفتم چشم. الان فعلا امروز دیگه اینجاییم تا ببینیم جای بهتر میتونیم پیدا کنیم یا نه. من نمیدونم چرا صندلی های اتوبوس اینجوری میسازن. کدوم انسان اینجوری هیکلش که اینجوری باشه سریع اتوبوس؟ چرا مثلا اینجوری نمیسازن که طرف لش کنه؟ میخوایم الان بریم بیرون غذا بخوریم و دیگه فردا بریم دنبال دوباره آپارتمان و اینا، ببینیم چیکار میکنیم. داشتیم میرفتیم رستوران، بعد مسیر زده که بعد از اینجا بریم. این همه راه اومدیم و برگشتیم یه دیدیم انقدر مونده. یعنی توی زندگیم مثل یه چیزی اینقدر تلاش نکرده بودم، مخصوصا غذا. بوده فکرم 3000 تا پله اومدم که این غذای اینجا رو میکنم. ببین گوگل مپ اصلا کمک نمیکنه، یعنی هیچی هم بلد نباشی خودت فکر کنی با فکر خودت یه جلو عاقلانه تره. ما این همه پله اومدیم بالا، دیدیم دقیقا یه خیابون صاف بغل کوچه‌مون، راحت همون رو میومدیم میرسیدیم به رستوران. یارو 3 ساعته داره اینجوری اینجوری میکنه، من و بابام هی به هم دیگه نگاه میکنیم، این داره صدا میکنه، تو رو خدا صدامون نکن. گربه بغل دست هم چیزی اینجوری که این نگاه میکنه، من هم اینجوری هم یه این سرش در اومد، یه این از اون زیر در اومد بوش بش خورد. دست به غذای من بزنید ببینید چه گربه صفتی هم می جنگم من برای غذای من شد. یه جور نشسته اینجا انگار صابخونه است پدر سگ. یه بخوردین فرزندانم نگاه چجوری نگات میکنه، انگار 30 ساله رو مثلا کراش داشته بعد اینجا سر قرار این انگار تو این. آه یه دونه هک دیده بودم اینجوری تکون تکونش میداد، بعد اون کشید نمیاد بیرون. نه نمیاد. یه هکه بود اینجوری اینجوریش میکرد اینو، بعد
دونه دونه میکشید بیرون بعد راحت چیز میکرد. اینو نها که با بابا بناشه. شما تشریف ببرید اومد. تجالت هم خوب چیزیه. خیلی بونت برم. دلخور شده احساس میکنم. میگه این چه انیه گذاشتی جلو من.